فقط 4 روز باقی مونده تا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و رقابت تا این لحظه بسیار تنگاتنگ پیش میره. کامالا هریس و ترامپ دارن تو ایالت‌های حساس کلی کارزار انتخاباتی برگزار میکنن. نظرسنجی‌ها نشون میده که تو ایالت‌های مهمی مثل میشیگان و ویسکانسن هریس یه ذره جلوتره، ولی تو پنسیلوانیا رقابت کاملا مساوی شده. ترامپ هم تو جاهایی مثل آریزونا و جورجیا یکم دست بالاتر رو داره. روز جمعه هم هر دو نامزد در ویسکانسن گرد همایی رو برگزار کردن تا بتونن کسایی رو که هنوز تصمیم نگرفتن به چه کسی رأی بدن رو بتونن قانع بکنن که به اونا رأی بدن. در هر صورت این نشون دهنده این هست که چقدر این ایالت ویسکانسن هم میتونه برای هر دو رقیب مهم باشه. در کل این روزها نه تنها بحث مسائل اقتصادی و داخلی داغه، بلکه خیلی‌ها نگران اتفاقات بعد انتخابات هستند و حتی احتمال بروز درگیری یا شکایت درباره نتایج انتخابات. خیلی از رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که خیلی از طرفداران دونالد ترامپ دارن آماده میشن که از همین الان نتایج انتخابات رو نپذیرن اگر دونالد ترامپ در این انتخابات برنده نشه. موضوع دیگه که در روزهای اخیر خیلی مورد توجه قرار گرفته اظهاراتی هستش که دونالد ترامپ در مورد زنان داشته، اظهاراتی که واکنش گسترده‌ای رو از زنان در سراسر آمریکا به دنبال داشته. بعد از اینکه دونالد ترامپ در یکی از سخنرانی‌های اخیرش گفته بود که او قصد داره از زنان چه بخوان چه نخوان محافظت بکنه، این اظهارات به عنوان نگاهی پدرسالارانه و نادیده گرفتن استقلال زنان و حقوق زنان تلقی شده. زنان در سراسر آمریکا میگن که اونها نیاز به محافظ ندارن، مخصوصا که اگر محافظ خودش مجرم باشه. اونا اشاره میکنن به اینکه خود دونالد ترامپ قبلا در کیس خانم کرل، یک نویسنده در نیویورک، برای تعرض جنسی گناهکار شناخته شده بوده. کامالا هریس هم به این موضوع واکنش نشون داده و این اظهارات دونالد ترامپ رو توهین آمیز خونده و داره تلاش میکنه که از این اظهارات دونالد ترامپ استفاده بکنه به عنوان اینکه بتونه رأی زنان بیشتری رو جذب خودش بکنه. مریم رحمتی، نیویورک.